از سال 2010 میلادی که طوفان بهار عربی در خاورمیانه وزیدن گرفت و به سوریه رسید، بشار اسد پاسخ تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز مردم سوریه را با بمب و گلوله داد. بی‌عملی کشورهای غربی و در صدر آن دولت اوباما دست اسد و متحدانش، رژیم ایران و روسیه را برای کشتار هرچه بیشتر مردم سوریه و به خصوص حلب باز کرد. اما شهر تاریخی حلب به کانون مقاومت و پایداری تبدیل شد. اکنون با اشغال شهر حلب توسط نیروهای اسد و کشتار بیشتر مردم محاصره شده این شهر، وضعیت رزمندگان اپوزیسیون سوریه چه خواهد شد و آیا اشغال حلب به معنای پایان مبارزه مردم سوریه است؟ امروز در خدمت آقای محمد اقبال، عضو شورای ملی مقاومت هستم تا به این سوالات بپردازیم. سلام می‌کنم خدمتتون مهندس محمد اقبال. خیلی ممنونم از اینکه برای این گفتگوی بسیار مهم وقت باز کردید. به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمدید. خواهش می‌کنم. منم سلام در خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. آقای اقبال، اجازه بدین با این سوال بحث شروع کنیم که در حال حاضر در حلب چه میگذره؟ اون چی که در حلب روی داده و روی میده و کشتار مستمر توی این منطقه توسط سپاه تروریستی قدس که مسئول این جنایت هاست، همونطور که تو اطلاعیه مقاومت هم اعلام شده، بزرگترین جنایت علیه بشریت در قرن 21 که این جنایت ها به دست خامنه ای و نیروی قدس سپاه پاسداران و مزدورانشون در خیابونهای حلب داره صورت میگیره. یک جنایت جنگی با همه تعاریف خودش، بی کم و کاست، بدون هیچ تفسیر و تعبیری. اگه جنایتکاران هولوکاست تونستن از پیگیری در امان باشند، اگه کسانی که تو یوگسلاوی سابق بوسنی هرزگوین مرتکب جنایت های علیه بشریت شدن صدای اعمال خودشون رو ندیدن، اینجا هم همینطور خواهد شد. اما ما در دوران و عصر آگاهی به سر میبریم، لحظه به لحظه عکس ها و خبرهای جنایات شنیع نیروهای رژیم پلید تروریستی حاکم بر ایران بازتاب گسترده‌ای پیدا میکنه و وجدان بشریت معاصر رو بیدار میکنه. حتما تصاویر جنایت هایی رو که در اون منطقه واقع میشه شنوندگانتون هم خودتون دیدین واقعا تکون دهنده است. فقط از رژیم حاکم بر ایران و مزدوران چنین جنایت هایی ساخته است. صحنه تکان دهنده جنازه های کودکان و نوزادان که کنار هم ردیف شدن، صحنه که یه پاسدار، مثلا پاسدار جنایتکاران رژیمیه، داره خودش رو با آتش زدن جسد یه شهروند عادی سوری گرم میکنه، و صحنه هایی که پایان ناپذیر هستن، این جلوی دوربین تلویزیون ها داره صورت میگیره. ننگ در واقع تاریخ معاصر چنین کاری و ناشی هست از سکوت و بیتفاوتی جامعه جهانی در قبال جنایت علیه بشریتی که داره واقع میشه. واقعا که نادیده گرفتن جنایت مستمر علیه بشریت توسط جامعه جهانی مشمئز کننده است. بنابراین قبل از اینکه اصولا بپردازیم به هر مسئله دیگه، این باید روشن باشه که این چی که در اینجا داره واقع میشه یک جنایت علیه بشریت. دقیقا همینطوره و بسیار دلخراش از عکسایی که بهش اشاره کردید آقای اقبال. ولی آقای اقبال، آیا الان که حلب اشغال شده توسط نیروهای اسد و نیروهای رژیم ایران و دست به جنایت میزنن، آیا این به معنی پایان مبارزه است؟ این سوال رو اجازه میخوام که از زبان خود نیروهای اپوزیسیون سوریه که توی صحنه هستن یا اعضای اپوزیسیون که در واقع صحنه سیاسی رو به دست دارن جواب بدم. لحم الاکیدی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه در بخش تحت محاصره حلب صبح سه‌شنبه، شنبه گذشته، توی مصاحبه گفت، از رو میخونم: از همان روز اول که برای انقلاب بیرون آمدیم میدانستیم که در معرض همه چیز قرار خواهیم گرفت. به همین دلیل انتخاب ما مقاومت بود و فقط مقاومت. من صحنه های بسیاری از شهروندان حلب رو دیدم، حتما شما هم دیدین، که کلیپ های فردی ضبط کردن از زن و مرد و پیر و جوان با روحیه بسیار بالا دارن به اسد و رژیم ایران میگن که شما فکر میکنین که حلب رو بگیرین مبارزه ما تموم میشه، ما تا آخرین نفس در تمامی سرزمین سوریه به مبارزه ادامه خواهیم داد. یعنی اینطور نیستش که مبارزه تموم بشه. جورج صبرا، معاون هیئت عالی مذاکرات اپوزیسیون سوریه هم که حتما میشناسینش، در مصاحبهش با سیمای آزادی صبح پنجشنبه گذشته، ضمن اینکه برمیشمرد جنایت رژیم آخوندی رو به عنوان عامل اول کشتار توی شهر پایدار حلب، تقدیر میکرد از همبستگی مقاومت مردم ایران با مردم و انقلابیون سوریه، میگوید که ما مردمی از منطقه هستیم که با جراحت فرقه‌ای که رژیم آخوندی در حلب ایجاد کرده مبارزه میکنیم. حلب قهرمانانه و حماسی مقاومت کرد و دنیا را به شگفتی واداشت. بنابراین حلب پایتخت جاویدان مقاومت و آزادگیه و مقاومت قهرمانانه اهالی اون منبع الهام آزادگانه و بر خرابه‌های خودش برخواهد خواست و سقوط رژیم ایران و عوان انصارش رو در منطقه بشارت خواهد.
درسته. آقای اقبال به ارتش آزاد سوریه اشاره کردید. سوالی که فکر میکنم این روزها خیلی ها بهش فکر میکنن این هست که وضعیت رزمندگان اپوزیسیون سوریه چی میشه و اصولا سمت و سوی آینده چگونه رقم خواهد خورد؟ اجازه بدین من این صحنه فعلی رو مختصر شرح بدم. درسته که خیلی جنایت صورت میگیره، واقعا جنایت اصلا ابعادش غیر قابل تصوره، اما اینطور نیست که رزمنده ها تو منطقه گیر افتاده باشن. نه، راه های خروجی بسیاری هست که این راهی که الان داره ازش صحبت میشه در واقع راه اصلی و راه خروجی شهروندان بی سلاح و بی دفاعه که الان رژیم داره همونطور که تو خبرها خوندین داره در برابرش کارشکنی میکنه. یعنی جلوی اتوبوس ها رو میگیره، جلوی اتوبوس آدمو به رگبار بسته. از این خود رزمنده ها بودن که نمیپذیرفتن حلب رو ترک کنن و برن مثلا به ادلب، میخواستن تو کنار مردمشون بمونن، راه امنی برای حفاظت اونها پیدا کنن و یا راه امنی برای خروجشون، وگرنه اون منطقه که دست رزمندگان بود منطقه بود به مساحت چندین کیلومتر مربع. خود حلب هم یه منطقه تقریبا گسترده هست، راههای بسیاری برای به خصوص که عنصر رزمنده است که بره به جای دیگه. این مسیری که تا به حال طی شد و در واقع به نابودی کامل حلب انجامید و همینطور مجموعه رویدادها و ائتلافها و وحدت و تضادهایی که شکل گرفته و یا در حال شکلگیریه و همینطور نقش کشورهای مختلف، در یک کلام اگه بگم چشمانداز خوبی رو به دست نمیده. اما جنگ در سوریه که حلب نیست، تنها تو حلب واقعی نمیشه که جنگ، جنگ یه جنگ سراسری در سراسر سوریه تقریبا میشه گفت جریان داره. یه جنگ توی ادلب هست، ادلب در واقع جنوب حلب باشه. نقشه رو که نگاه کنین از حلب شروع میشه، اول حمسه، بعد هما، بعد ادلب که از همه این مناطق این منطقه ادلب مهمتره و اینقدر هم بزرگی که به سادگی مثل حلب امکان محاصرهش وجود نداره. نیروهای اپوزیسیون سوریه با همه تنوعشون توی ادلب هستن، در رقه هستن، حول و حوش دمشق هستن، در نزدیکی درعا که نزدیک اردن هست حضور دارن. همچنین یه جنگی هم توی لازقیه جریان داره. بنابراین حلب نه تنها پایان مبارزه نیست، چون مبارزه هیچ وقت تموم نمیشه همونطور که عرض کردم، اما پایان جنگ در سوریه و حل و فصل شدن مسائل در سوریه هم نیست. اگه سیاستی که آمریکای اوباما تا به حال داشته در آینده هم همین سیاست به همون شکلی باشه که تا به حال بوده، یعنی همین وضعیت ادامه پیدا کنه، نتیجه این امر در واقع این خواهد که سوریه تجزیه بشه. یه منطقه که همون در واقع دمشق و طرطوس و یه ذره جا میشه دست اسد، یه قسمت دست اپوزیسیون، یه جایی هم چه بسا رای اکراد سوریه. البته اگر آمریکا نقشی رو در اختیار بگیره، خب وضعیت فرق خواهد کرد، دولت اسد سقوط خواهد کرد. دقیق الان نمیشه پیش بینی کرد که چی میشه. همه میگن که هر کس دیگری هم که میومد اون کاری که اوباما تو این 8 سال اخیر و توی به خصوص این 5 سال اخیر انجام داده خب انجام نمیده، ولی خب باز باید به قول شما منتظر شده دید ببینیم آقای ترامپ چه کار میکنه. آقای اقبال از واکنش رژیم هم برامون بگین لطفا نسبت به اشغال حلب چه واکنشی نشون داده تا به حال. روز 24 آذر روحانی رئیس جمهور رژیم اومد با بشار اسد تلفنی تماس گرفت و با وارونه گویی گفتش که تا بیرون راندن تروریست ها از سوریه در کنار دولت و ملت این کشور میمانه، یعنی رژیم. لاریجانی هم رئیس مجلس پیامی داد به رئیس مجلس سوریه، در واقع جنایت علیه بشریت که صحبتش میکردیم نقطه عطفی در نبرد بی امان با تروریسم و حامیانش نامید. سپاه پاسدارم که از زبان سخنگو و مسئول روابط عمومیش عنوان کرد که قطعا این پیروزی بر حل بحران یمن و بحرین و باقی مونده تروریست‌ها در سوریه و عراق نیز موثر. خب اینا که معلومه که. حالا بیانیه‌های دبیرخانه شورای ملی امامت حتما دید، مثلا بیانیه پنجشنبه دبیرخانه رو اگر دیده باشین توش ذکر شده که خطرناک‌ترین تروریست‌هایی که در سوریه حضور دارن پاسداران و مزدورانشان هستند و حامی اصلی تروریست در جهان امروز نیز رژیم آخوندی است که از سوی مردم ایران پدرخوانده داعش نام گرفته. اینا اطلاعیه دبیرخانه است. عامل اصلی بحران سوریه و منطقه رژیم آخوندی است که با سوء استفاده از بیعملی جامعه جهانی و اطمینان خاطر از اینکه به خاطر جنایتهایش مورد مؤاخذه قرار نمیگیرد هر روز گستاختر شده است. تنها راه پایان گرفتن این بحران استقرار صلح و آرامش در منطقه و ریشه‌کن شدن داعش، خلعیت از رژیم ایران و سپاه پاسداران و مزدورانش از منطقه به ویژه در سوریه. بیانیه تمام. سایر سردمداران رژیم هم البته آوازی داشتن. مشمئز کننده ترین اینا مربوط به معصومه ابتکار هست، گروگانگیر
سابق و معاون فعلی رئیس جمهور که یه مصاحبه داشته با تلویزیون الجزیره انگلیسی که در پاسخ به سوال اون خبرنگار در مورد کشتار کودکان سوری در حلب تلاش میکنه که از این شاخه به اون شاخه بپره و بپردازه به تلفات مشابه در یمن و یا صحبت همیشه یه رژیم استانداردهای دوگانه بکنه و در واقع از پذیرش نقش رژیم در این فاجعه تفره بره. اما خبرنگار ولش نمیکنه، دوباره سوال میکنه: خانم، آیا شما استفاده از بمب‌های بشکه‌ای در حلب شرقی را علیه کودکان محکوم میکنید؟ خبرنگار نمیدونه با کی طرفه. ابتکار که تو تنگینای شدید قرار گرفته میگه که واقعیت این است که ما باید این اعمال را محکوم کنیم هر جا که اتفاق میافتد، اما متاسفانه آنچه امروز در سوریه اتفاق میافتد این است که تروریست‌ها حمایت شدند. باز دوباره یه جواب سر بالا. خبرنگار بازم اصرار میکنه حمایت مالی و تسلیحاتی رژیم از اسد رو بهش میپردازه. بازم ابتکار با پررویی تمام میگه که این حمایت مالی و تسلیحاتی تحلیل شماست. خبرنگار میگه بابا نه، تحلیل من نیست، تحلیل سازمان ملله. خلاصه علاوه بر اینکه به هیچ سوالی پاسخ نداد، بلکه یه مش پرت و پلا هم تحویل خبرنگار بیچاره داد و طرف در واقع پشیمون شده از کردش طبق من. اما بگذارید در اینجا به یک مصاحبه یه مقام ارشد سابق رژیم اشاره کنم که کمتر صحبتش شده. خبرگزاری ایسنا مخابره کرده محمود موسوی معاون اسبق آفریقا آسیای وزارت خارجه رژیم بوده و در چند کشور هم قبلا تو هند و پاکستان اینجا سفیر بوده. توی این مصاحبه که سه‌شنبه 24 آذر یعنی همون روز حلب منتشر شده میگه، باز من از رو میخونم، میگه که در غرب ما، منظورش عراق و بعد سوریه، منطقه امنی وجود ندارد. عملیات موفقیت آمیز در حلب و امثال آن خوشحالی دو شبه است. من وضعیت را بسیار سیاه میبینم. تصور این که ما در داخل مرزهای خود امنیت داریم کاملا خطا است. حالا این محمود موسوی البته به وضعیت رژیم بعد از انتخابات و انتخابات آمریکا اشاره میکنه ضمناً، و ضمن اشاره به اینکه اینها ایران یعنی رژیم تروریستی حاکم بر میهن ما رو میگه و تروریست را در کنار هم قرار میدهند، اشاره میکنه به این و میگه که در زمان اوباما این سیاست به شکل معناداری ضعیفتر عمل میشد، ولی احتمال اینکه سیاست دولت جدید آمریکا دوباره به سمت ادامه روش های گذشته برگردد بیشتر است. سوالاتی رو طرح میکنه توی صحبتاش، از جمله این که مثلا یکی از سوالش اینه: آیا لندن و خانم می نخست وزیر بریتانیا با آمدن ترامپ همان خط قبلی را ادامه خواهند داد؟ و این موضوعاتی که این آقا طرح. آقای اقبال، شما به موضوع‌گیری های رژیم و قبلش هم به سیاست آینده آمریکا در خاورمیانه اشاره کردید، اینکه گفتید باید دید که این سیاست بالاخره چه تغییری میکنه، ولی آیا دولت آینده آمریکا، دولت ترامپ، با توجه به اینکه برخی از دوستان و حامیان مقاومت ایران هم درونش هستند، ممکن هست برای مقاومت ایران چشم انداز خوبی رو به دست بده؟ عرض بزرگتون این سوال رو با این شکل که مطرح میشه پاسخش منفیه، یعنی گویی که مقاومت، البته شما البته منظورتون این نیست، اما گویی که مقاومت چشم دوخته به این که حمایت بکنه دولت آمریکا ازش. اما بگذارین اول از رژیم شروع کنیم، یعنی به سوالتون میرسم. بله بفهم. رژیم در واقع در طی فاصله کمی، یعنی از اواسط سپتامبر تا همین 9 نوامبر که انتخابات آمریکا بود یک ماه اندی پیش، دو تا ضربه بزرگ دریافت کرد. ضربه اول جابجایی پیروزمند و تام و تمام مجاهدین از لیبرتی و آلبانی بود. ضربه دوم انتخاب ترامپ. جابجایی در واقع به اون شکل که همه دیدیم تشکیلات حفظ شد، یعنی به شکل سازمانی مجبور شدن انتقال رو بپذیرن و اینکه بدون هیچ گونه خونریزی، الحمدلله که البته حدیث مفصلی داره. فقط این رو بگم که رژیم با توجه به اینکه فکر میکرد مجاهدین تا آخر سال میلادی و حتی بعدش هم توی لیبرتی خواهند بود، چند عملیات تروریستی طراحی کرده بود، از جمله یکیش رو در همین اربعینی که گذشت میخواست انجام بده که البته مقاومت ایران فشار آورد و جابجایی به اون شکل انجام شد. این یک ضربه کاری و یک غافلگیری بود. ضربه ترامپ ضربه بود که این رو هم مطلقاً پیش بینی نمی‌کرد. ضربه دوم در واقع رژیم خودش رو برای این شکل مطلقاً آماده نکرده بود. نگاه کنید همین داد و هوار سر قانون داماتو. واقعیت قضیه در مورد این قانون داماتو چیه؟ قانون داماتو هیچ ربطی به برجام نداره. دو تا چیز کاملا متفاوته. قبل از برجام بوده. سال‌ها قبلش. اما چرا رژیم اینقدر گزیده است؟ چون دولتی که باهاش اونقدر مماشات میکرد دورانش تموم شده. ما اشاره کردیش گفتین 8 سال. حالا من اینو توضیح میدم.
درست. رژیم تصورش این بود که در دولت بعدی آمریکا و انتخاب هیلاری کلینتون بتونه یک جوری با این قانون داماتو هم مثل دوران اوباما سر کنه. خب نشد. رژیم از این بابت حسابی میترسه. میدونه که بعد از تصویب این قانون هیئت حاکمه آینده آمریکا میتونه، دقت کنید میگم میتونه، الزام این کارو بکنه، بله میتونه از طریق این قانون فشار بیاره. خب این قانون در زبان اوباما هم بود، هیئت حاکمه آمریکا، حتی حاکمه که داره تموم میشه، بیشتر به استثناءات اون که اجازه میداد برخی کشورها با امضای رئیس جمهور آمریکا مجاز به معامله با رژیم باشن عمل میکرد. رژیم ترسش اینه که دولت آینده آمریکا این قانون رو که در دوران اوباما بخش زیادش در واقع اجرا نمیشد، حتی بدون اینکه برجام رو به هم بزنه، یعنی دولت آمریکا برجام رو به هم بزنه، این قانون رو دقیق اجرا کنه. کاملا هم به لحاظ بین المللی مشروعه، حتی کشورهای اروپایی هم اون رو نقض برجام نمیدونن، یعنی اجرای این قانون رو. البته وضعیت و ترکیب مجلس نمایندگان و همچنین مجلس سنای آمریکا این رو میگه که به هر ترتیب سختگیری ها نسبت به رژیم تشدید خواهد شد. آقای اقبال، میدونم از آینده گفتن خب بسیار سخت است، ولی میخواستم ببینم شما آینده رو چگونه پیش بینی میکنید. باز بگذارید که از گذشته بگم من تا برسیم به آینده. ببینین، شما خودتون اشاره کردین، ما 16 سال یعنی 4 دوره ریاست جمهوری آمریکا رو که طی اونها هیئت حاکمه آمریکا با رژیم خط مماشات و سهل‌انگاری و نادیده گرفتن رو در پیش گرفته بود پشت سر داریم میذاریم. بعد از اشتباه استراتژیک اشغال عراق توسط آمریکا در دوران بوش پسر و گیر کردن آمریکا در باتلاق عراق، اوضاع به نحوی پیش رفت که آمریکا پی در پی خطاهای بیشتری رو، منظورم در رابطه با رژیم، مرتکب شد و همین افتضاح رو با امتیاز دادن به رژیم خواست جبران کنه. در واقع دستش بسته بود و در واقع خودش رو ناچار میدید که با رژیم خط سازش و مصالحه رو پیش ببره. 8 سال مربوط به دوران بوش پسر به این ترتیب سپری شد و اوباما به ریاست جمهوری رسید. این سیاست در دوران اوباما ضریب خورد، به نحو بی سابقه تشدید شد. سیاستهایی در منطقه در پیش گرفته شد که بسیار نه فقط برای مردم ایران بلکه برای کل منطقه و جهان خطرناک و دارای، خودشون هم دارن میگن، برای آمریکا الان عواقب جبران ناپذیر بود. یعنی خط سازش با رژیم بیشتر و بیشتر شد، گرچه در نهایت مصاف راه اتمی رو برای رژیم بس آمریکا، اما اصولا با رژیم به طور خاص در مسائل منطقه‌ای تلاش میکرد وحدت بشه. اون چی که الان واقع شده، بازم در پاسخ به همین سوالی که فرمود، اینه که دوران در واقع عوض شده. هیئت حاکمه آمریکا ناچار هست که سیاست خودش رو در مورد مسائل منطقه مورد تجدید نظر قرار بده. دقیق البته مطلقا نمیشه گفت. برگردیم به مقاومت ایران. ببینید، مقاومت از سالهای 60، سال 60 شمسی 1980 میلادی، رهبر مقاومت بر روی همان اصل کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من تکیه میکرد و سیاست مقاومت ایران همواره نوترالیزاسیون و در واقع خونسان نگه داشتن این کشورها بود. برای مقاومت ایران همینقدر هم کافیه که اینقدر به رژیم امتیاز ندن و با دست باز باهاش برخورد نکنن. نگاه کنید به دوران اوباما، فقط مثال اشرف در سال 1188 2009 رو میزنم، یا سال 1190، 7 مرداد 88 و 19 فروردین 90، کافی بود دولت آمریکا فقط یک اشاره میکرد تا جلوی این حملات و اون شهادت ها گرفته میشد. تا حملات بعدی و حمله جنایتکارانه به اشرف و حملات بعدی به لیبرتی و خب مقاومت ایران هیچ زیاده خواهی نداره، حرفش اینه امتیاز به رژیم ندید آقا جان، یا اینقدر حداقل امتیاز دادید. اوباما خیلی امتیاز داد و بیش از حد از رژیم جانبداری کرد و البته اینجا حتما لازم اشاره کنم که این رو باید هنر مقاومت ایران دید که جابجایی رو در همین دوران هیئت حاکمه مماشاتگر آمریکا به پیش برد و در واقع تحمیل کرد و در واقع تبدیلش کرد به یک مسئله درون آمریکایی و وزارت خارجه آمریکا رو در بالاترین سطوح درگیر کرد، که این خودش به تعبیری میشه گفت یک معجزه بود. حالا برگردیم به مقاومت. باز هم در مقاومت اون انرژی عظیمی که در این 16 سال یا در واقع از 82 تا 95 که داره تموم میشه، میشه مثلا 14 سال صرف حفاظت اشرف، خروج امن، لیبرتی و این مسائل میشد که بخشش البته علنی شده، بخش اعظمش در آینده باید روشن بشه، الان آزاد شده. شما نگاه کنید چقدر ملاقات، چند هزار ساعت ملاقات، چقدر گرد همایی، جلسه، این سو آن سوی دنیا، همش با محوریت حفاظت از رزمندگان آزادی در عراق و جابجایی از
لیبرتی و پیدا کردن راه حل برای انتقال امن میشد. حالا همه این انرژی صرف این خواهد شد، من فقط دارم اروپا رو میگم، اروپای غربی رو، که سمت و سو بده و موانع رو این بار از سر راه مقاومت ایران بیشتر برداره. اصلا نباید انتظار داشت که دولتی مثل آمریکا بیاد از مقاومت ایران حمایت بکنه، کاش بکنه، ولی نباید چنین رو انتظار داشته باشیم ما. تمام هنر همونیست که عرض کردم، نوترالیزه کردن، خونسا کردن و بیطرف کردن. یک حرف هست نه بیشتر، لطفاً 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 بین مردم و مقاومت ایران از یک طرف و دیکتاتوری پلید تروریستی مذهبی حاکم بر ایران جانب رژیم را نگیرید. همینقدر کافیست. تا به حال برعکس بوده، همش طرف رژیم بوده، این مقاومت ایران بوده که اپسیلون اپسیلون میلیمتر به میلیمتر طرف را عقب میرونده، نه اینکه طرف بیاد مثلا طرف ما رو بیاد بگیره، طرف مقاومت بگیره، بلکه به جای اینکه مثلا 1000 واحد از رژیم طرفداری کنه، اینو مقاومت با فشار میکشونده به 999 واحد، به 998 واحد، همینطور میلیمتر به میلیمتر. یه کنفرانس هم آقای اقبال اخیرا توی سنای آمریکا برگزار شد، درسته؟ بله، روز پنجشنبه 18 آذر 8 دسامبر بود. کنفرانسی بود تحت عنوان دولت جدید آمریکا و گزینه‌های سیاست در قبال رژیم ایران که توی تالار تاریخی کندی سنای آمریکا برگزار شد با حضور سناتور جوزف لیبرمن، کاندیدای پیشین معاون رئیس جمهور، و سناتورهای ارشد از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات و مقامات برجسته پیشین آمریکایی. خب این جلسه که سخنرانی هاش از سیما پخش می شد، سیمای آزادی منظورم، طلب مقاومت ایران، بسیار مهم بود و انعکاسات گسترده هم گرفت. از هر دو جناح دموکرات و جمهوری خواه هم تو گفتم شخصیت های کلیدی در شرکت کرده بودن. جان مککین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا از حزب جمهوری خواه و سناتور منندز رئیس سابق همین کمیته از حزب دموکرات، اون دورانی که حزب دموکرات اکثریت رو به دست داشت همین سناتور بود رئیس همین کمیته. اینا در شرکت داشتن، تمامی سخنرانها حرفشون تغییر رژیم بود و از ترامپ میخواستن که چنین سیاستی رو پی بگیره و اجرا کنه. خب این نقش مقاومت ایران هستش، از پایین کار کردن و رسیدن به جایی و نقطه‌ای که یک آدمی مثل مککین رو که روزی علیه همین مقاومت بود در سالیان پیش تبدیل کردنش به دوست، رفتن سراغ این شخصیت‌های آمریکایی و اروپایی و اینها رو تبدیل کردن. این که مقاومت بره روی چنین شخصیت‌هایی کار کنه و اینها رو اینطور در واقع به حمایت از مقاومت بکشونه، یک عمل به قول معروف عربی من اندی و خود به خودی و در واقع تشریفاتی نبوده، اجبار مطلق. ببینید یک لیست تروریستی بوده که به طور ظالمانه نام مجاهدین رو درش وارد کرده بود، یک اشرفی بوده، یه حملاتی بوده با تیغ و تبر و گلوله و خمپاره و موشک و بمباران، یه آمریکایی بوده آمده عراق رو اشغال کرده، یه لیبرتی بوده چند هزار انسان بی‌دفاع و بی‌سلاح در برابر بمب و موشک و گلوله و محاصره. بنابراین همه اینها از یک جبر ناشی می‌شده که ما بریم سراغ یک چندین چهره‌هایی و البته جبر میمون و مبارک. چه خوب که الان در آمریکا مقاومت دوستانی در بالاترین سطوح کنگره و سنا، اون هم از هر دو حزب داره. بنابراین نخیر، هیچ توقعی نیست که دولت آینده آمریکا بیاد پشت مقاومت و حتی بگوید رژیم ایران باید تغییر کند. کاش بگوید. این چیزها در شأن مقاومت ایرانه فقط و فقط. اون چی که هست این است که دوران تغییر کرده، یک فضایی برای مقاومت ایران باز شده و انرژی های متکاسفش رها شده تا مشغول کار اصلی خودش بشه. خیلی ممنونم از وقت و توضیحاتی که دادید آقای اقبال. بیشک پیروزی مردم سوریه و مردم ایران و آرامش در منطقه با سرنگونی رژیم آخوندها محقق خواهد شد. به امید اون روز، روزتون بخیر آقای اقبال. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. ابرو کجون ابرو کجون، بمب جای بارون میباره، بس که ستاره خاک شد زمین دیگه جا نداره، کسی به داد نگله کوچک سوری نرسید، عروسکش پیدا شد و خودش رو هیچ کسی ندید. وقتی دنیا بی تفاوت راوی نقطه نظرهاست، قتل عام باغ تنها یه خبر بین خبرهاست، بگو خورشید رهایی نیاز
از انعکاس چشم هر شهید اینجا با ستاره ها مماسه جنس ما از حریقه کل حریف ما نیست اسم عبور از این شب چیزی به جز فدا نیست چیزی به جز فدا وحشت و جنون میریز روی شونه ها پرپر زمهریر میشه بال و پر جوونه ها تو صف نون و شهر خون زیر هجوم خون پاره دست کدوم عاطفه‌ای زخما رو مرهم میذاره نگو مادر رو نشستم به ازای بچه هاشون مادر رو به گل بستن شب و با مسلسلاشون نگو بیرون شده خونه نگو سهره نمیخونه پر از آواز بهاره